با اینکه در دو سال اخیر نیروهای امنیتی و نظامی سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض ها نقش داشتند، اما مصطفی تاجزاده از چهره های مخالف دولت میگوید که برخی از دست اندرکاران این نهادها از برخورد های صورت گرفته با معترضان ناراضی اند. آرش سیگارچی گزارش میدهد. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی مصاحبه ای از مصطفی تاجزاده را منعکس کرده که این فعال سیاسی گفته برخی از ماموران امنیتی و نظامی با برخوردهای اخیر با مخالفان حکومت موافق نیستند. بچه خوبی از سپاه و حتی از وزارت اطلاعات عذرخواهی کردن از بچه اصلاح طلب که ما اشتباه میکردیم و هم از برخوردهایی که صورت گرفته و هم از آینده کشور که نگران بودن. در ماه‌های گذشته نیروهای امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار نهادهای چون بسیج، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نقش اصلی را در سرکوب مخالفان بر عهده داشتند. در دو سال گذشته برخی منابع غیررسمی از اختلاف در نهادهای نظامی خبر داده بودند و حالا مصطفی تاجزاده میگوید برخی از ناراضیان در سپاه به او گفتند با رویه حکومت در برخورد با معترضان مخالفند. در چند وقت اخیر به خصوص بعد از انتخابات خرداد 88 موج گسترده از مهاجرت فرزندان همین مسئولان سپاه و اعضای سپاه و بسیج به خارج از کشور رو مشاهده بودیم. کمان که در چند وقت اخیر حداقل دو نفر از فرماندهای عالی رتبه سپاه رو من میشناسم که اینها به اروپا آمدن و پناهنده شدن. دیگه چه نمودی بالاتر از اینکه خانواده ها به اینها کمک کردن تا اینکه برای آینده بهتر اینها ایران رو مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت خاتمی یک روز بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و تا کنون در زندان است. او در ماه‌های اخیر هر بار که از زندان موقتا مرخص شده در نامه‌ها و پیام‌هایش حاکمان جمهوری اسلامی را به خاطر آنچه کودتای انتخاباتی نامیده به چالش کشیده است. ما زمان شاه کسانی که سن و سال بنده رو دارن میدونن مردم ایران از همه آزادی‌ها بهره‌مند بودن جز آزادی سیاسی. مهماه امسال این فعال سیاسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تحولات خاورمیانه از او پرسید شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کدام دستاورد ملموس و عملی نظام را به آنها ارائه خواهید فرمود؟ دروغ و تظاهر و ریای مسئولان کشور با مردم را یا بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور را؟ در 15 آبان مصطفی تاجزاده به همراه 35 زندانی سیاسی دیگر از زندان نامه ای را امضا کردند که آنها مجلس شورای اسلامی را همتراز با مجلس حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر خواندند. تاجزاده از جمله معدود اصلاح طلبان مذهبی است که از برخی کارهای سیاسی خود در گذشته از مردم پوزش خواسته. او گفته نباید در حوادث خونین دهه 60 و هجوم به مراجعی چون آیت الله شریعت مداری سکوت می‌کردیم. به ابتدای آبان ما از مردم خواست برای نشان دادن اعتراض خود به حبس خانگی موسوی کروبی و اعلام همبستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند یا دست به اعتصاب غذا بزنند. فعالیت های تاجزاده در روزهای مرخصی و نامنگاری های او از زندان با واکنش مقام های قضایی روبرو شده و در هفته های اخیر او از ملاقات با خانواده اش محروم شده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.